توی اون خونه نوزادی به دنیا اومده، همسایه این ور کوچه پارچه سیاه زده. یکی از داغ عزیزش مثل بارون میباره، یکی دستاشو توی دست شریکش میذاره. آره بازه این درو، یکی میاد یکی میره، یکی چشمش هنوزم میدوه و یکی سیره. توی که مسافر جاده یه روز دار میشی، یه روزی بایزی و یه روز دیگه بهار میشی. بزا شادیات بمونه، غم و از یادت ببر، آخه زندگی همین قصه سنگ و سر. قصه گریه و خنده، قصه شادی و غم، قصه بالا پایین و قصه زیاد و کم. آره بازه این درو، یکی میاد یکی میره، یکی چشمش هنوزم میدوه و یکی سیره. توی که مسافر جاده یه روز دار میشی، یه روزی پاییزی و یه روز دیگه بهار میشی. میدونی هرچی خدا بخواد نمونه هم سفر، یا لبخند و عشق تو تو به سه ها ببر. نه حرکات چی از خودتون در میارید؟ مثل اینکه بعد چند وقت ما خبرمون بالا شده اومدیم تو این خونه، این چه برخورد زشتیه با ما دارید؟ چه استقبالی از ما دارید؟ سیزوی خود یواشتر. یعنی چی؟ بگو اینجا چه خبره ها؟ یواشتر بابا جون، مامانیا اومده اینجا. مامانیا اگه بفهمی که شما دو نفر بدون اجازه ایشون ازدواج کردین، سر جفتتون رو میباره. بله. یو مامیا یعنی چی؟ یعنی کی؟ یعنی که مادر بزرگ امید و خانده داشت. بله. خب چه کار کنیم؟ ما الان چه کار کنیم؟ یعنی چی؟ ها سید زینا نمیدونه یه زن مهربون خوبیه. وی دلم میخواد ببینمش، وی دلم میخواد ببینمش. اما ایشون اصلا علاقه به دیدن جناب عالی ندارن. چرا؟ یعنی چی؟ چرا آخه بر چی نمیخواد کسی ما ببینه؟ واسه اینکه مادر سامی خانم هووی دختر مامانینا بوده. بوده که بوده؟ یعنی به من چه سننم؟ آقا جون، حالا یه حرفی که خانداداش زده دیگه، نباید شما رو ببینه. آقا جون، خانداداش گفت زینال و سامی اومدن، یا بهشون بگیم برگردن برن همون مسافره. من بوی. پول ندارم دیگه، پول بیریت بده من برم کویت. گفت خب هست اگه نمیتونن برن، یواشکی بیان توی یه جای قایم بشن، بعدا یه فکری بکنیم. نمیشه رو حرف خانداداش هم حرف زد. حالا وقتی تلف نکنید، امید میره سر مامانینا رو گرم میکنه، شما یواشکی بدوین برین تو. من میرم سر مامانیا رو گرم میکنم، شما یواشکی برین تو. من رفتم. مامانیا کو؟ یعنی چی اصلا کو؟ بابا مامانینا اونهاش. اونهاش. سید زینا؟ سید زینا؟ ها. من اصلا خوشم نمیاد. ها بهت میگم. خوشتون میاد یا نمیاد کاری نمیشه که سامی خانم، باید برید. همین الان باید برید. خانداداش گفته سری بدوین بریم ببینم. چی؟ نوکرتم ببخشید. نه. درست ثبت کن. نه. ببخشید، معذرت میخوام، بفرمایید. غلط کرد، بفرمایید. غلط کرد.
آقای بیره توی مغازه جوراب فروشی مامانیا، میگه که ببخشید یه جفت جوراب بدیم، فروشنده میگه مردونه، میگه وجدانن. یخ کنی. خنده‌دار نبود؟ هم بیمزه بود هم قدیمی. آها، یه روز یه آقایی میره میگه که نونوایی میگه آقا ببخشید سه تا نون به من میدین، آقای میگه که بابا این که دو تاست، میگه یکیش این پوش بوده سه تاست. بگو بینم خانداداش کجاست؟ خانداداش زیر سایتون، چه هوای خوبی، پاییز خوبیه. جا نه چی رد شد هیچ گیرت نشد. کی گفته که سیرت شد؟ من شما این اشتباه نمی کنم. نه من ببینم شما چند ساله این عینکتونو میزنی؟ تو به عینک من چی کار داری؟ من که اشتباه نمی کنم. یه کسی اینجا رد شد. نه مامانی جان، شما خیلی وقت این عینکو داری میزنی، خدا عینکه رو فکر کنم چشمتون نمرش رفته بالا. کسی رد نشد، من شما این موی هوای مطبوع. نمیدونم ممکنه. میتونی برو دست نزن دیگه تو کمر منو. باش به این ما رو به چه روزی انداختی این وقت سال برو. با این حال نزار بباره دیگه. خیلی خوب مامان، یا این بامزه است. سه نفر میرن ایستگاه راه آهن برای قطار، بعد ساعت 11 قطار حرکت میکرده، اینا ساعت 10 میرسن اونجا، میگن آقا قطار ساعت چه حرکت میکنه؟ میگه 11. میگه خب تو این فاصله که ما یه ساعت وقت داریم بریم کافی شاپ یه چیزی بخوریم تا 11 بشه بریم سواش. میرن کافی شاپ همینجوری چایی و قهوه و این چیزا، یهو ساعت رو نگاه میکنم میگن این 2 دقیقه به 11 است. بدو میان ایستگاه قطار، آقای میگه که آقا قطار همین الان داره حرکت میکنه. سرم رفت. به جای جوک گفتنت اینقدر وراجی میکنی. این یلالی تلالی تونه بذارین کنار، بعد چهار جمع کنین برین دنبال کارتون. چشم. فهمیدی؟ چشم. آره. بعد این بقیهش هم بگم، بقیهش بامزه میشه ها. بگو ببینم، بگو. میبینن ساعت 11 شد و قطار چلیک 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 حرکت کرد رفت. یه ایداد ویداد جا موندیم چیکار کنیم؟ آقا شما دیگه چه ساعتی قطار حرکت میکنه؟ میگه 12 هم حرکت میکنه. میگه خب باشه پس برای 12 میریم. میگم باشه. میگن چیکار کنیم؟ بریم یه قدمی بزنیم، یه روزنامه‌ای بخونیم، یه هوایی بخوریم که این یه ساعت بگذره. همینجوری که داشتن قدم میزنن یهو ساعت رو گفتم این 2 دقیقه به 12 است. میرن دوباره ایستگاه قطار، میرن قطار چلیک 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 راه افتاد. خب میگن آی داده بیداد باز جا موندیم. به آقا میگن آقا دیگه چه ساعتی داریم؟ میگه یکم هست. میگه باشه پس برای یک. ولی این یه ساعت چیکار کنیم؟ این یه ساعت رو میگه چیکار کنیم؟ میگه که بریم نهار بخوریم. میرن نهار بخورن تا ساعت بشه. ببینم چی شد. سلام چطوری؟ تو چرا با اینا خسته نباشید؟ چرا خوردی زمین؟ نه با همینطوری گفتم هوا خوبه. چقدر داری تلفن صحبت میکنی؟ خوبی. بعد بقیه شو نگم؟ نه دیگه. بعد چهار جمع کن برین دنبال کارتون. چشم. آخرش بامزه میشده؟ نداره. منوش کن. منوش نمیم زیر سایتونه. پاشو بیا تو برو دنبال کارتون. ابچه! 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 بلند شو زینو. آی بلند شد یه موقع میاد بیرون. بردن عجب شانسی آوردی. من گفتم فهمید. آره جون تو، منم گفتم فهمید. وای این لحظه که ساعت اینجا زنگ زد من دیگه داشتم میمون. من هم تو از همش استرس داشتم. خیلی استرس وارد شد. خانداداش میگه بیاید دیگه. نه بابا چرا لفتش میدی؟ آره دیگه بابا بریم. باش ببین راستی حسینو کو؟ اینا هاشش بودن شو خوش بودن شو. من رفتم. خوبی؟ باشو بابا ببین اینو بنداز رو سرش ببریمش تو. چی شو؟ اینو بنداز رو سرش ببریمش نکن بیاریم تو دیگه. چی شو؟
پیاله رو ترازو رفته ببینی چند کیلویی؟ آره با من صبح اصلا میرم پیاده روی رژیم گرفتم. رژیم کجا تو گرفتی؟ دستان ببینی چقدر لاغر شده. شانس آوردی این اومد نشست، وگر نه مامانیا دیده بود سرتو بریده. من جون من در درده چی یعنی چی این خرچنگ؟ امارخنج یک خرچنگ. بدون اطلاع مامانیا ازدواج کردید. اوه اوه حالا داشته باش، داشته باش بقیه شو. دو، سامیه خانم هم که به هر حال یه جورایی نه. چه جورایی؟ یعنی چی خانده داشت؟ زن و شوهریم دیگه، زنمه. راست میگه دیگه. من آتوم زنت نیست. یعنی چی که ازدواج ما رو شما به ایو مامیا نگفتی؟ زبونتون کوتاه بود؟ سامیه جون مثل که در جریان نیستی. بابا خب ازدواجتون یه دفعه این شد، بچه هم حالا گیریم که ما به مامانیا میگفتیم و میومد اینجا. تو فکر میکنی اون رضایت میداد که عروسی شما سر بگیره؟ به کسی چه ربطی داره؟ باز میگه به کسی چه ربطی داره؟ صداتو چرا بلند میکنی؟ الان ممکنه بیاد یا آقا جون من بزرگ فامیله، سن و سالی ازش گذشته، بدون اطلاعش برای احترامش هم که شده باید بهش گفت. اخی مینو حالا یعنی چی؟ حالا باید چی کار کرد؟ یعنی چی؟ ما چون این کار نسته نادرسه سوته؟ بگو بینم چی میخواد. اونم اینه که خانده داشت اینا باید جدا جدا بیان. یعنی امروز زینال بیاد خودشو معرفی به مامانی نکنه، فردا سامیه خانم بیاد خودشو معرفی کنه. آفرین آفرین آقا هوشی، آفرین آقا نادر، با هم نیوم. یعنی چی؟ خیلی خوب آقا، جدا جدا فکر بعدی نمیگن. عقل هر انسانی بیش از آدمه، بیاد آدمه. بازم آدمه چرا؟ جدا جدا بیای، جدا جدا برید، با هم دیگه هم صحبتی حرفی ندید. نه آخه چرا؟ آخه چرا؟ آخه چرا؟ آخه چرا؟ بی سلاح توده آقا. یعنی چی؟ سامیه باز میگه یعنی چی؟ آخه یعنی چی؟ من خودش نمیفهمی آخه یعنی چی؟ سامیه جان، عروس من، عروس گلم، دختر گلم، اینجوری به نفع هممونه، واسه هممون بهتر. خودش نمیفهمی؟ خودش نمیفهمی یعنی چی؟ با شما نیست. با شما نیست. خودش منظورشه که خودش نمیفهمی. شما نمیفهمی شما چی میگی؟ آقا بله، اینجوری میگم به صلاحتون، اینجوری بهترتره عزیز من. شما این کار به خاطر خانداداش هم که شده یه انقدی محبت. یعنی چی به خاطر خانداداش؟ خان زینا من الخاطرون خطیرون خانداداشون یه ذره شما اینجوری میگم اینو؟ یعنی چی؟ بزرگه الخاطرون خطیر خانداداشون. الخاطرون خطیرون یعنی چی؟ هیچی برخون آقا، من نمیخوام. حالت میکنید، نمیخواید. من دست خودت آقا چطور بکنم؟ من دست این هرس نخور. اگر میاد پدرم همون در میاد هرس نخور. حالا هرچی شما بگید، من چه کار باید بکنم؟ اینطور که نادر سسود میگه جدا جدا برید، تا آب از آسیاب که افتاد من ببینم چه کاری میتونم بکنم. حالا دو روز تحمل کن تا قضیه حل شه دیگه. خب دلم برش تنگ میشه. چی؟ مولینا خیلوشی خلط اجازه بده. بس خیلوشی خلط دست به سرش کن، محتنش کن، نزار حواست باش، یواش بگاه بگید. بگی جلیس یه جنور آدم. سلام، حالتون خوبه؟ سلام، به تو چه؟ بله؟ برو کنار ببینم. میشه نره داخل؟ برای چی نرم داخل؟ به خاطر که خانداداش دارن لباساشون رو عوض میکنن. خانداداش؟ بله. برای خودش کرده، برو کنار ببینم. خواهش میکنم نره داخل. پس چرا تو اون تو بودی؟ به خاطر گفتم که مواظب باش که کسی نیاد داخل. خواهش میکنم، جون من نره داخل. منوچه! خواهش میکنم. منوچه! خواهش میکنم نره داخل. منوچ!
میزنم تو مغزتا. برو کنار ببینم. منوچه خجالت نمی کشی؟ من؟ حیا نمی کنی؟ تو چطوری جوری همه جمعیت لباس عوض کردی؟ کی من؟ کی همچی غلطی کرده؟ من لباس عوض کردم؟ من لباس عوض کردم؟ من چیه؟ نه اشتباه به عرضتون رسوندم. من همین یه دست لباس بیشتر ندارم مامان. یا چی؟ پس این چی داره میگه؟ غلط کردم. تو نگفتی که داره لباس عوض میکنه؟ گفته همه تون از اینجا برین. چتونه؟ مامان یا اجازه بدید من الان درستش میکنم. به شرط که حرف نباشه، کسی زیادی حرف نزن. مامان یا ببین، مامان یا اگر شما اجازه بدید من موضوع رو از اول تا آخر واسط میگم. خب موضوع چیه؟ دو دفعه اون طرف بچه قضیه چیه؟ میگه قضیه لب به کلامه به من بگو. میگم واسه این رو دو کنون طرف تو دستات بکن تو گوشت، انگشتاتو رو به دیوار وایسا. من میخوام نشنوم چی داری میگی. بله میگه بله. میخوام نشنوم. میشنوی؟ اونو چه تربیت کردی میگاه کن؟ خبر نباشه. من یه حرف خصوصی داشتم با اینا. خب اینو فرسود بمیش دنبال نخود سیاه که من لباس دارم عوض میکنم. راست میگی؟ نباشه. اون وقت اینا نگفتن چرا این دیگران نمیرن بیرون؟ کیا اینا؟ آره. خب معلومه که چیزی نگفت که من دارم میرم بیرون. من میگفتم که چیزی نگم که داریم. این نیمده به شما بگی که من میخواستم بگم. مگه میشه؟ چطور نمیشه؟ من میخواستم لباس عوض بکنم. من یه همچین کاری میکنم بدون اجازه شما. این علکی. گوش کن ببین چه میگه. چرا نگفتی؟ بله؟ چرا نگفتی؟ چی رو؟ چی رو؟ بله. همین که چرا اینا نمیرن بیرون؟ ما چی کارو جور کنیم؟ چه کاره بودیم؟ بله. من بتونم بگم وظیفه تو اینجا روشنه. این چی کار از اینجا؟ نباشه ها مستانه. از همینجا فیلم میکنم تو مغزه. ساکه بینه حرف نمیستم. میفرمودید مامان یا من دارم اینه میگم. چه چیره مامانیا؟ هی داری ایزگون میکنی مامانیا مامانیا. من؟ آره حرف نباشه. من آدم اینجا تو برده خانه های حرف نباشه. ساکه ببخشید من یاد روزم صحبت نکن. من اومدم اینجا تو رو از این حال هوای قدیمه بیارم بیرون. گوش میکنی؟ آخه این چه وضعیشه مرد محترم؟ اینا رو عین طایفه مغول، عین دسته تاتار دور خودت جمع کردی؟ آره اجازه نه کاری نه زندگی. هی مفت بدی به اینا بخورن. چرا بلند نمیشی بری دنبال کار زندگی؟ بلند شد بری دنبال کار تو. یه تش گدا گشنه استرسی دور منو گرفتن. صد رحمت به مغول. بلند شد بری دنبال کار. یعنی چی گدا؟ حرف نباشه. یعنی چی گدا؟ یعنی تکت دیمه نباشه. حرف نباشه. شما یه دو دقیقه بیرون تشریف داشته باشین. من الان یه کاری با اینا دارم میام بیرون. میام بیرون. حرف نباشه. چرا گروه من رو 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 من؟ آره اول همه تو بیا برو رئیس قبیله ی تاتار. من یه کار کوچولو با اینا دارم. من یه لباس عوض کنم مامانی یا میام خدمت. دو دقیقه جو من اجازه بده. ها ببین مامانی یا جو سر منو بردی تا اون ببره شما رو. بیا اینا یادم افتاد. مامانی یا جو من لباس عوض کنم میام خدمت. خب بچه ها حالا هرچی من بیاد بیرون گدا گشنه ها. برنش ها من هرچی میگم با گوش کنید. برنش ها درش بیار اینا له شده نگاه کن. آب لمبوش کردی. بچه را آب لمبو کرد نگاه. سید زنم چه بری مونده شدی؟ خوش شده من هم همینطور خوش شدم. خوش کن سکون بده. صافکاری کن. رئیس
میشه من چجوری؟ من دیگه اعصابم داغون شده. اینجا وضعیتش خیلی در هم بر هم بالا. من باید یه سر سامون اساسی به اینجا بدم. من بهونه گیر شدیم. چه ایرادی دارم میگیرم؟ چه شاخه باخچه به این خوبی؟ باخچه رو ولش کنی آشپزخونه تو سرتون بخوره. این زندگی شما دارین آخه؟ چند روز من اومدم اینجا؟ نه خودت مزمنه یه هفته میشه. بله خب کو گوره مرگش این آشپزی که میگی آشپز دارم کو؟ ما اصلا قیافه منکسرش هم ندیدی. نه مامانیا، شما اینقدام که شما داری گندش میکنی اونجوری هم نیست. نه آشپزی میخوای؟ آخه قیافه آشپزم یه گشنه گداست مثل اینا، مثل ایچون. من قیافه شو نمیخوام، میخوام یه ترتیب اساسی به آشپزخونه بده. من که دیگه نیومدم اینجا برای شما آشپزی هم بکنم که. من گفتم شما آشپزی بکنم. من قرار نمیکنم. میگم آشپز ما زینو قیافش همچین دیدنی هم میخوای ببینیش؟ چشم ببین منو مامانیا، رو چشم. میخوای خود من فرستادمش مرخصی. راست میگی؟ واسه فرستادمش یه ما نبینم اون قیافه گدای نسلش استرسی شو. شما حال میگی برش کرد. میخوای ببینیش؟ الان من یه تلفن میزنم سه سوت به قول نادر. چرا دست دست میکنی دیالا؟ به واقع میخوای ببینیش؟ آره آره بزن خبرش بگی آشپزخونه رو ترک. من زنگ دارم. زنگ میزنن زنگ زدن امید کسی رفت در وا کنه؟ بله نادر رفت در واسه. یکم این وره داره میزنه که مگه تو از بیرون خبر داری که؟ بفرمین سلام. ها کن بودن تا افتاد. تو کجا بودی؟ سلام سلام من علیکم. حالا خودش خوبه؟ کیفم خوبه؟ سمیه شوفی شوفی اشلونه؟ مامان مامانیا ایشون شناختی شما کیه؟ بله شناختم. این بعد درست خیلی خوب گل ازش بگیاره اسمش کی؟ ببین مامانیا بعد قبل از امید این مال زن پنجمیه بابا خدا بیامرزه. آره ناتخوار ناتنی مونه. به نادر رفته قیافه یه چیزیش بوده. چه شکلی هم خدا بیامرزه. عین ننه خدا بیامرزشه. آره ماشاءالله ده چیزم هست یه خورده قوی مقویه. میگم خواهر نات مقوی مقوی میگم که خواهر ناتنی ماست از کویت اومد اینجا یکی دو روز بمونه. حالا نفهمه زیاد فارسی بلد نیست. نه کن منو مامانی هم یکی دو روز اومد دیدن آمش که از آب هوای باغچه خوشش اومد اینجا مونده بود. نه که قضا مزام مفتمد چنیه اینجا بخواد مثل که بمونه. گفتم به تو که تایفه مغول و تاتارن گفتم. خب اینم یه گشنه گداست مثل اونایی دیگه فرق نمی کنه. مینو مثل که نگفتم اینم کجا کندی؟ مینو اخه گشنه گذاری استرس اینم یاد گرفتم که آخه یعنی بر شما چی بگرم منو چه اعصابمو داغون کردی والا. واقعا داغون شدم. چرا مامانیا؟ من میخوام برم استراحت کنم. حالا آره دیگه مزنه موقع استراحت. زنگ بزن به این آشپزه خبرش بیاد یه ترتیب اساسی به این آشپزخونه بده. من بله بهش بگم بیاد اینجا. الان اینجا شما اینجا زینال الان جلو نشسته بده خواهم نداشت. سه سپور بر خواهم داداش دیگه کاراتم تکرار نشه. چشم من رفتم. چشم ببخشید مامانیا گلی به این نازنینی رفته کنده. بله کن بله کن بله کن یعنی چی میزن؟ مینو یعنی هی تاتار میگی گشنه گدا میدی من اینجا این حرفا چی بود زدی؟ کسی این توه؟ گل خوشبو کی این تو؟ بیا بیرون ببینم چی تو چقدر تو باهوشی؟ خوشش نمیاد از شما. ببین به تو ربطی چی داره؟ به تو خودش چی ربطی داره؟ امید بگو سامی این سنی ازش گذشته لا اشکالون فی حال مامانیه شما اخی میگم که زود باش بیدیم ایه بر دیگه بگو مامانیه کی هستی؟ خرجون اخی مینو یعنی چی؟ رایتون هازه 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 ماشین سیارتون حساب الکتاب الباقچه تلمینو دخل الخرجی فی باقچه تلمینو و این خرجتون فقط خرجتون دخل تون هیچی فلوس ماکو
مافی ماکو یعنی چی میگید چرا خودش میفهمی؟ یعنی رایتون رایتون حساب الحساب کتابت باختت مینو برای حساب کتاب اینجوری؟ همش خرج اینجوری یعنی؟ همش بده باری کندار لا دخلیه همش خرجیه یعنی همه اینجوری بیچاره شدیم زینا رفته دستشویی جهنم دلم هوری دارم حساب کتاب یادم یعنی چی میگه خب رفته دستشویی خوب کار داشته رفته دستشویی یعنی چی یه چیزم فقط کم یه قلم کم بود که زینا رو جهنم که رفته دستشویی خبر بر من میاری آقا مامانیا میخواد بره دستشویی پشت در دستشویی آخه این چیه رفته تو نمیاد مامانیا چی شده باسته من منو چی میخواد بشه اینجا چه خبر آخه معلومه بذار اینجا بده من فوتو بده گلشو تو فیلی خو فیلی چی شده ماما این اتفاق افتاده یعنی ساکت باشم یه ساعت اینجا وایسادم این نمیاد نکنه مستانه است نه من اینجا اونجا چی میتونه باشه چیز خلج آها خلج مستانه خلج خلج تفلک نارتی گوارشی خلج مامانیا مامان خلج حرف نمید میگم شما بفرمایید به موقعش نوبتی هم که باشه نوبتتون که شد من یکی از بچه ها رو میرفستم خدمتتون خلج خلج خلجتون نکنه من اینجا وایسادم ببینم کیه این تو من مچل کرده خلج گوش بده اجازه بده با هم اینجا جمع شدیم که به تو کمک کنیم بزنم یه تو مخصوصی تو خلجی فهمیدی بیا بیرون خلج مامانی آجو بفرمشو با صدا جنگ اجازه بده ایشون نجاتش میده اجازه بده خلج بیا بیرون مامانی ها میخواد خلج تو به زندگی برمیگردی مطمئنن برمیگردی ما نجاتت میدیم خلج 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 تو اونجا چه کار میکردی خلج مامانی بیباری که نه بفهمید ماما چه وضعیه نه چیز اینه اون ناراحتی پوستی داره دکتر بهش گفته که برش کن بذار بره نه دکتر بهش گفته که این باید سه بار در روز این کفو بزنه به سر سه سال بعد بماله اینی به خودش بفرمایید شما بله شما بفرمایید بچه مرده در خود نه کهیر میزنی باشه بفرمایید شما بفرمایید برو شما مامانی چیزای ندیده نشنیده چه خبره اینجا هیچ خبری نه کارش دارم شما برو نه کارش دارم شما چرا اینجا وایسادی مواظب منی بفرمایید برو شما مامانیا این همون آقا زیناریه که فامیلیش سربالاییه خودم از جوغ آب از تو سلت ماس گرفتم فامیلی سربالاییه ولی جوغ داشت سرازیری میدفت گرفتم این بچه بطه سر منه دیگه اوکر شام خانم لطف دارید شام بچه آرومشی چقدر این بلاه ببینم این آشپز باشیتون ایشونم بله بسردم خب معلومه معلومه خیلی خوب بهش رسیدی وقتی از جوب آب گرفتیش منو چرخان فکر کردی اینقدر آدم حالا اینقدر میشه به اندازه یه جوجه قلاق بود از این اکه ها که دوماشون دراز به قاعده اون بود تا گوساله گاو بشی دل خونداداش آب بشی گاو بشی اوی ساکر بلند شو برو سر کارت کجا رفته بودی یک ماه آزگار مرخصی ها برای چی رفته بودی شما لطف دارید مامان یه مانا شکر برو سر کارت ما خیلی دلمون واسه این زینال تنگ شده اگه اجازه بدین میخوایم یه سفر مجردی شمال بریم آره اینم منور
سلامیه. ایشون مجردن، باید هم مجردی برن مسافرت دیگه با ماها. زینال غلط کرد با شما دوتا. مردی گفتن، زنی گفتن، اون پسر تو دختر به تو ربطی نداره. یعنی چی؟ یعنی چی؟ اینه که دختر با دختر قند اثر، پسر با پسر کپه خاطستر. باچین و باچین، یه با تو برچین. شما آروم باشی. ماما نیازی، دیگه چه خبر؟ لا تحرم. لا تحرم. دیگه چه خبر ماما نیازی؟ این ماله رو بگی ترکا رو ببر. نه، یعنی چی؟ تو این خونه چی میگذره؟ چی خبره؟ این چه حق داره تو کار انتخابی؟ بله زبه، بله حق نداره. میگم مامانی جو، حالی که اتفاق نیفتده خودتون رو ناراحت نکنه. خوبی؟ من قرار بود اتفاقی هم بیافتم. من توضیح میدم خدمتون، چون سامیه خانم طرفدار حقوق زنان هستن، به خاطر همین در کلیه مسائل پرفشنال و پست مدرنیته، در دیگر مسائلی که در ارتباط با ارتباطات انسانی میباشد و با دیگران در هم ارتباط میامیزد و دیگر مقاطع دیگر را در مقالات مختلف انسانی در ارتباط دارم. میبینی چه قشنگ حرف میزنی؟ خرجش کردم مامانی. گفتم قرآن دلم آشوب شد. نه قشنگ حرف میزنی. بفرستش برای کوفته زن. آدم اصلا نمیزونه چی میگه. من شما میرم بیرون. مامان رو 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 ای چی؟ یعنی هیچی فرخت بشکافه ها. رو 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 بریم برگردیم ببینی چه میزی بچینه. بشین بشین بفرمایید. منوچ من میرم بیرون توی خیابون یه آب و هوایی عوض کنم، بگوی یه چیزی درست کنم. چشم مامان، شما راحت باشین. خونه انگار کن خونه خودته مامان. بشین بشین. مزید امتنان بود مامانی. چرا مهربونی؟ چرا خوشبرخونی؟ چه سوالی بود؟ کی کرد این سوال؟ بذاریم همش تقصیر این، اونم طرفداری کرد ازش. همین بشین قرار شد. آه همه ساکت، خوب به حرفام گوش کنید. همه تونه اینجا جمع کردم، تصمیماتی در موردتون گرفتم که این تصمیمات حتما باید در مورد شما حتما حتما عملی بشه. دیگه مامانی دیگه چه تصمیم؟ ها این تصمیمات گوش کن، من شلوغ نکن. چه تصمیم؟ این تو بمیری اون تو بمیری یا نیست، اینجا دیگه آخر خطه. بله معلومه، ولی چه تصمیمی؟ این تصمیمات عبارت از ازدواجه. چی؟ ازدواج؟ همینی که گفتم. آخه مامانی هم ممکنه یکی حاضر باشه یکی حاضر نباشه، مهیا کنن خودشون آمادگی داشته باشن. کی حاضره؟ حاضر؟ منم حاضر. منم حاضر. زینو زینو تو چی تو حاضر نیستی؟ یعنی چی؟ حالا تصمیمو چی کرده؟ ساکت. چشم، من دیگه زامن نیستم کی حاضره کی حاضر نیست. توجه میکنی؟ یک، زینال باید ازدواج کنه. دو، سامیه باید ازدواج کنه. سه، منوچهر باید ازدواج کنه. برو برگردم نداره. همینی که گفتم. پس من چی؟ برای تو باید بگردم توی فک فامیل ببینم کیو میتونم پیدا کنم.
مامان اینو من دیگه آخه چرا من دیگه من حرف نباشه رئیس قبیله تو خودت باید این کاری میکردی من دیگه عیبه مامان من اومدم که سرانجام بدم من نداره حالا استراحت بفرمایید مامان یه خواهش میکنم همین که گفتم شما استراحت بفرمایید خب بلاش پای سنا مشرف فرمایید مشرف فرمایید مشرف یعنی چی؟ آخه منو چرا من یعنی گوش بده آبجی ناتنی تو یعنی چی نداره مامانیا وقتی حرف میزنه مگه به تو نگفتم بله. حرفش دیگه برو برگرد نداره شما فکر کردیم ما میتونیم رو حرف مامانیا حرف بزنیم آره چی نمیزنم چی حرف نباشه با اون بیافت من نتونستم جلوی این زن ارزندام بکنم تو وقت میخوایی تو بگم چی تو مخ میخوای جلوش بایسی خان داداش میمالونتت به هم بردت میکنه این چه حرفیه خان داداش شما حسابش بکنید من میخوام دوباره زن بگیرم آخه من یک باشه ماشین حساب بیار بیارم زن دارم من که آقا یعنی چیه من خلش دیوار مرگو داری؟ بله استاجو شما که لبخند میزنی آدم ذوق میکنه موتوری پرس استاجو یه شعر بخونم بخون بذار بگن عزیزمی بذار بگن عزیزمی آره عزیز منی استاجونم برو دو وای 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 استاجو خیلی نوع کردتم سلام علیکم بشین سلام امروز ساعت 4 بعد از ظهر آماده باش یک دختر خوب برات پیدا کردم میخوایم بریم خواستگاری چی؟ کشار شدی؟ چی؟ خب بچه ها ببینی چی دارم میگم اصلا حرفی نباشه ها ما امروز داریم میریم خواستگاری تمام ای بابا مامانی ها چه حرفیه شما میزنید البته حرفتون تو سر بنده ولی زمانه فرق میکنه گذشت اون دورانی که شما برای دیگران تصمیم میگرفتی بچه ها باید خودشون به خودشون زن نمیخواد اینا زن باید تو رو سننم به تو چه مربوطیه میگم مامانی ها جون حرفتون رو تخمه چشمم ولی خب شاید دوست نداره بره خواستگاری فعلش کنین حالا غلط میکنه دوست نداره مگه دست خودش دوست نداشته باشه من یه کاری میکنم دوست داشته باشه به تو هم ربطی نداره میگم حالا بذاری یه نفس بگیم مامان کنید نامرد من رفیقتونم من زن نمیخوام ببندیدش ببندید ببرینش آژانس دم در بکنینش تو آژانس چه مگه دست توئه زبون خوش بمیزه اینو برو سوار خان داداش ببرینش من دارم زینی ببر من دادم من مواظبش باش منوش من رفتم دیگه قدم تو ولی مامان یه تاثیر به تو ربطی نداره خواهش میکنم دخالت بیجا نکن نوبت تو هم میرسه من از شما استدعای عاجزانه دارم نمیخواد داشته باشی یه دوباره تصمیم تجدید نظری بکن تجدید نظری یه کاری آخه اینطوری که نمیشه که بفرمایید اصلا تو چی کاری اینجا هدر دست پا میزنی میخوام زنش بدم پشت اینم نوبت توئه خداحافظ من رفتم حواستون جمع باشه میگم یه تجدید نظری بفرم بریم کن بابا تجدید نظر به ما دستور نده ایشیم بینم یا بالا چی کار کنی؟ با این بساطی که میگم که بیگه بهتر نیست یه فکر اساسی بکنیم خب فکر اساسی چی به سرت میزنه آخه حرف بگم میگم یکی یه شیرزن میخواد یه شیرمرد میخواد بره وایسه جلوی این مامانیا آره. بگه بابا جون زینی زن گرفته زن داره زن نمیخواد آبجی بیاد من نمیخواستم همینو بگم یه شیرمرد بیاد وایسته جلو مامانیا بگه زینال میگم یه شیرمرد میگم تو این گذشته میکنی جرأت چه داری؟ من که نه میگم که ای بابا پس من برم بگم Yeah.
گفتم؟ چی گفتی؟ چی شد؟ زینال پسندید و هیچ مشکلی هم نداریم. حل حل. نه نه چی شد؟ زینال مامانیاشو چی میگه؟ بله درست میفرمان. درست؟ بله. من نه این که هیچ مخالفتی ندارم، بلکه من موافق کاملم. چشم روشن. چی؟ زینال چونه بفرمایید خان داداش. زینال بگید چه نه ها ده بگید ها بیا بریم کارتون دارم بیا بریم باشه تا یه اجلاس درسته حسابی باید بذارم خیلی خوب حالا بیا اجلاس باید خواه گفته ما سگول ها کجا بودی حالا بچه ها من اینطوری صلاح دونستم زینال با خودم بردم بیرون یه دسته گلم خریدی حرفای گفتنی رم با هم زدی من به عنوان بزرگتر زینال تو هم منوچ حواست با من باشه خودتونم دوختی گوش کن رفتی خواستگاری گوش کن تو هم به عنوان برادر بزرگ ناتنی سامی خانوم عزیز خب. اومدیم خواستگاری خواهره چی؟ آره خیلی بهترتر است از یکی از یکی بهتر زینال کی از زینال بهترتر این اصلا خیلی هم خوبه اصلا خوبه خوبه کی بهتر لطف دارید خانده داشت نوکر شما انشالله که به میمنت و مبارکی به پای هم پیرشن انشالله من حس کرده بودم این دوتا همدیگر رو میخوان از نگاهشون فهمید مازم میخوان مازم میخوان مازم میخوان مازم میخوان نکن نکن میوه دست دویی هم نمیخوان مازم میخوان مازم میخوان مازم میخوان مازم میخوان آقا حالا به عنوان ختم قائله اجازه بدید میخوام یه سوالاتی از شما بکنم میگم مامانیا آیا شما در این لحظات آخر خوب فکراتو بکن باز دو مرتبه عوض بدل نشه دستور بفرم نه اجازه بده ما نظر سامیرم بپرسید بله بله داشته باش میخوای وا بزنه بله لا 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 خب برای بار دوم سوال المرسومه یه المرسومه اول ثانی سالس بله نه اول اما اول گفت بله حالا این رسم و رسومات ما که بلد نه نه میگه نه نه چرا آره میگم نه بچه میذاریم وسط جوش بدیم یا نه آیا برای آخرین بار از شما سوال میکنم اما نیا شکی شبهه شما از این وسمت وسلت بسمت شما بس. از این بسمت راضی هستی؟ آره مبارکشون باشه انشالله یه دفعه دیگه سوال میکنم آیا هستی؟ نوبت تو هم میشه نه بر نگرده باز دو مرتبه نه خاطر جمع باشه مبارک بزنی بلد مبارک 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 لا 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 ببن دهنه تو ببن اخی مینو اخ یه 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 بازم خودش رد کن بره منه بگیر بچه مامانیا مامانیا ایزه میدید حالا که همه چی به خیر و خوبی و خوشی تموم شده چیزی رو من به عرضتون برسونم ببینم چیه نه اجازه میدید خب بگو ببینم چی چیه آخه آخه میترسه آخه میترسه میگم که زینال و سامیه باید به عرض مبارک برسونم که با هم دیگه اینا ازدواج نه ازدواج کردن با هم چی؟
چی گفتی؟